درود بر شما آقای نوید توبیان، خوش آمدید به این برنامه. با کمک شما که تمام رویدادهای اسرائیل رو در ظرف هفته دنبال میکنید، میخواییم بپرسیم که واقعا چه خبرهای تازهی در این رابطه است. مسلمه که بسیاری از اون مطالبی که شما بیان بکنید در رابطه با نبود رابطه بین اسرائیل و ایران هست. اول میخوام از امور اتمی و مذاکرات وین شروع کنم. چه خبر؟ درود بر شما. خبرهای تازه‌ای که نیست. ما اگه بخوایم درباره این هفته هم از لحاظ هسته‌ای صحبت کنیم، میشه همون تکرار مکررات، بدین معنی که دوباره هیئت جمهوری اسلامی با هیئت‌های اروپایی و اعضای شورای امنیت منهای آمریکا دیدار کردن در وین، ولی خب این دور مذاکرات که قرار بود دو روز به طول بیانجامه یک روزه تموم شد و هیئت‌ها برگشتن هر کدوم به کشورهای خودشون و همون حرفای همیشگی که اروپایی‌ها میگن که جمهوری اسلامی بخکوشی میکنه و جمهوری اسلامی ایران باز هم گفته که ما اگر بخوایم میتونیم فردا به توافق برسیم. به توافق خوب گفتن. بله، بستگی به این داره که خوب یعنی چه. ولی به هر حال میخوام به چند تا شاید رویدادهای حاشیه‌ای بوده اشاره بکنم و ببینم که ارزیابی شما چی هست. مثلا گفتگویی که اولیانوف نماینده روسیه در این مذاکرات با همتای آمریکایی خود به طور جداگانه به عمل آورد، و یا اینکه گفته میشه که حکومت ایران حاضر شده که کتباً با آمریکا مذاکره مستقیم داشته باشه، نه با حرف بلکه بنویسن بین همدیگه نامه های عاشقانه رد و بدل بکنن یا مطالب دیگر. آیا فکر نمی کنید اینها یک تغییر اساسی، یک تغییری است که میتونه راهگشا باشه؟ راهگشا که باید منتظر بود و دید واقعا اون حرف آخر چی هست، ولی اینکه آقای اولیانوف با آقای رابرت مالی در یک اتاق نشستن و اونا دارن در غیاب نماینده جمهوری اسلامی درباره ایران صحبت میکنن، این به نظر من ضعف بیش از حد جمهوری اسلامی ایران رو میرسونه که روسیه شده قیمش و روسیه داره به نام ایران با ایالات متحده صحبت میکنه. در این باره و صحبت‌های روسیه و آمریکا که میشه گفت حتی تا حدودی به مذاکرات هستی هم میشه ربطش داد، خبر رسید که پرزیدنت جو بایدن با ولادیمیر پوتین تلفنی درباره اوکراین صحبت کردند و جو بایدن بار دیگر روسیه رو از عواقب سختی که در انتظار این کشور هست اگر به اوکراین حمله بکنه بهش هشدار داده. صحبت از حمله نظامی نه آمریکاست و نه ناتو. فوقش میشه و در این گزارش اومده بود که آقای بایدن تهدید کرده که اگر روسیه وارد خاک اوکراین بشه تحریمای شدیدتری رو که به گفته رسانه ها بی سابقه خواهد بود بر روسیه وضع خواهد کرد، و آقای پوتین هم در پاسخ به این هشدار آقای بایدن گفته که اگر همچین اتفاقی بیفته این چه روابطی هم که بین روسیه و آمریکا هست از هم خواهد پاشید. آقای نوید اینجا میخوام بپرسم، نه شما تو اتاق گفتگوی دربسته اولیانوف و رابط مالی بودید، نه من بودم، ولی برخی از روزنامه ها در تهران اینطوری ارزیابی کردن که مبادا روسیه گفته باشه، یعنی آقای اولیانوف گفته باشه که آقای آمریکا زیاد به ما سخت نگیر در مورد اوکراین، ما قول میدیم که به ایران فشار بیاریم که کوتاه بیاد. آیا این امکان وجود داره که منافع حکومت اسلامی ایران در مذاکرات اتمی و چل مصالحه بین در نزاع آمریکا و روسیه قرار بگیره، روی ایران معامله بکنن؟ بفرمایید. خیلی بله، شما آقای امیر تنها کسی نیستید که این احتمال رو مطرح میکنید. خیلی ها بر این باورن که این امکان وجود داره که روسیه در ازای توافق با آمریکا و ناتو بر سر قضیه اوکراین جمهوری اسلامی رو قربانی میکنه.
یادمون نره که روسیه بود که چند وقت پیش خواسته بود، حتی مطالبه کرده بود که جمهوری اسلامی باید سانتریفیوژهای پیشرفتش رو یا نابود بکنه و یا پلمب بکنه و پیش از این دیگه یا از ایران خارج بکنه. بله، و در هر صورت نتیجهش برای جمهوری اسلامی همون خواهد بود. میلیاردها خرج کردن و آخرش فقط منتظر اینن که آقا بالا سرا برای جمهوری اسلامی تصمیم بگیرن که چی میشه. تا حالا جمهوری اسلامی شوربختانه برای ایران میگم باخته، دریای خزر رو به روسیه و کلن کشورهای همسایه خودش رو واگذار کرده، از اون طرف چین هم که بهش امتیازهای زیادی در خلیج فارس داده بود و الان داره خبرها منتشر میشه. امروز من خبر رو دیدم که آقای حسین موسویان در مصاحبه‌ای که کرده با روزنامه اعتماد، میدونید آقای موسویان سفیر آمریکا، سفیر جمهوری اسلامی در آلمان بود که بعداً به دنبال تصفیه های قدرتی، ظاهرا تصفیه، خیلی ها بر این باورن که مثل خیلی از عوامل جمهوری اسلامی ایران که الان در خارج هستند و به نوعی از منافع جمهوری اسلامی ایران دفاع میکنن، در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفته بود که صحبت از این بود که آیا جمهوری اسلامی میتونه اروپا منهای آمریکا داشته باشه و آقای موسویان صریحا گفته بود که نه تنها اروپا بلکه کشورهای شرقی و روسیه به دنبال تحریم‌هایی که توسط دونالد ترامپ بر جمهوری اسلامی وضع شده بود، روابطشون رو بین 70-80% کاهش دادن، روابط اقتصادیشون رو. اروپا که 100% خاتمه داده، بله اروپا که 100% خاتمه داده، ولی روسیه و چین که این هم ازشون انتظار می‌رفت که پشتیبان جمهوری اسلامی باشن، فقط به کاهش دادن 70-80% از روابط تجاریشون با جمهوری اسلامی بسنده کرد. حالا یک خبر دیگری هم بود که ما نمیدونیم تا چقدر میتونه موثق باشه و این است که حکومت ایران از خیلی از شرایطش دست برداشته. مثلا اینکه ما میخوایم از نقطه صفر آغاز بکنیم و الان بوش میاد که حاضرن برگردن به اون توافقهایی که تا دوران حسن روحانی روش با هم کنار آمدن. تا چه حد این گزارش ها میتونه درست باشه؟ حالا این یه نوع دیگه میپرسم و اون این است که آیا تصور نمی کنید که حکومت ایران میخواهد مذاکره رو به خاطر مذاکره هی کش بده، گاهی کوتاه بیاد گاهی بلند بیاد و سر کشورهای اروپایی و ایالات متحده رو همچنان گرم نگه داره؟ این گرم نگه داشتن حد و مرزی داره. حتی اگر فرض بر این بگیریم که این حد هم درست باشه، این کش و بوزها باز حد و مرز خودش رو داره. آقای آنتونی بلینکن اعلام کرده که تا چند هفته دیگه باید کار یک سره بشه و اجازه نخواهند که جمهوری اسلامی این مذاکرات رو به چند ماه بکشونه و باید باشه. ما این همین حرف رو بله همین حرف رو ما یک ماه پیش هم شنیدیم، ولی هنوز دارن ادامه میدن. بله حالا بازم بهشون بیاید هم بهشون ارفاق بهشون حالا یک تخفیفی قائل بشیم، چند هفته دیگه صبر بکنیم و ببینیم که نتیجه چیه. حتی اگر بخوان چیز بکنن، حتی اگر بخوان تهدید بکنن، آمریکا فوقش همین تحریم هایی رو که دونالد ترامپ وضع کرده رو سر جای خودش میگذاره و باطل نمیکنه. اروپا که البته بدون آمریکا نمیتونه روابطش رو با جمهوری اسلامی توسعه بده، ولی باز هم تمام شواهد نشون میده که کسی که این وسط داره بیش از حد نرمش نشون میده و کسی که این وسط سختی‌تره اتفاقا، یعنی کسی که نرمشش رو میده آمریکاست. در حال به نظر میرسه که همون سیاست با دست پس دادن و با پیش کشیدن جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره و باید دید. همونطور که قبلا هم گفته بودم،
در خوشبینانه ترین وضعیت ما به همون قرارداد ناقصی میرسیم که نه به جاه طلبی های منطقه جمهوری اسلامی ایران میپردازه، نه به برنامه موشکش میپردازه، نه به وضعیت حقوق بشر در ایران میپردازه. هیچ، همون چیز ناقصی که بعد از 10 سالم به جمهوری اسلامی این اجازه رو میده که با آزادی هرچه تمامتر به قنیسازی شده ادامه بده. امیدواریم که اینطوری نشه، این پیشبینی شما درست در نیاد. ولی آیا فکر نمی‌کنید که دو تا جناح در حکومت ایران هست که یکی با دست پیش میکشه دیگری با پا پس میزنه، یه عده که میخواهند به هر قیمت شده تحریم ها باطل بشه، یه عده دیگه میگن به هر قیمت شده ما میخواهیم که به برنامه های اتمیمون ادامه بدیم، آیا این نشان دو جناحی شدن حکومت نیست؟ ببینید، به نظر من موقعی میشد از دو جناحی شدن حکومت صحبت کرد که خب اصلاح طلبا سر کار بودن. الان حکومت کاملا یک دسته، یعنی این بازی و غیر از یک بازی ناشیانه نمیشه اسمش رو گذاشت. آقای امیر عبداللهیان میگن که ما حاضرین، و همون صحبت هایی که آقای ظریف قبلا میگفت، همون لبخند. البته خب الان آقای امیر عبداللهیان حتی اون توان انگلیسی صحبت کردن آقای ظریف رو نداره و در هر گفتگویی نه تنها آقای امیر عبداللهیان، تمام تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی توان صحبت کردن آزاد و بدون حضور مترجم رو ندارن. در این باره هم اون به اشاره کردیم به دیپلمات‌های پیشین جمهوری اسلامی ایران که عمدتاً از جناح اصلاح طلب حکومت بودن، که گفته بودن که این تیمی که الان عزم وین میشه از هر لحاظ نحیف‌تر از تیم ظریف و روحانی. ولی از دو جناحی شدن در داخل دولت اسرائیل هم میشه سخن گفت. رسانه‌های اسرائیلی نوشتن که از قول دو تا وزیر که در کابینه محدود امنیتی سیاسی دولت عضویت دارن، میگن که این مذاکرات هم دو جناحی بود. رئیس رکن اطلاعات ستاد ارتش یه راهی رو پیشنهاد میکنه و رئیس موساد راه دیگری، ظاهراً با هم درگیر هستن. درسته این خبر؟ بله، در خبری که منتشر شده گفته شده که جنرال اهرون خلیفه رئیس رکن اطلاعات ارتش اسرائیل به وزیران و اعضای کابینه محدود امنیتی اسرائیل گفته که با این قرارداد هم میشه به نوعی زندگی کرد، و آقای داوید برنیا رئیس موساد گفته که به هیچ وجه نباید این قرارداد رو پذیرفت. همونطور که آقای برنیا هم پیشتر گفته بود که تعهد شخصی میکنه که اجازه نده به هیچ عنوان جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. ولی این یک امر کاملا طبیعیه. ما باید نگران وضعی بودیم که یک صدا فقط از حکومت در میومد. جالبه برای بینندگانتون این نکته رو من بگم که بعد از جنگ یوم کیپور و اون تحولاتی که در رکن اطلاعات ارتش رخ داد و اون اهمال کاری هایی که آقای الیزئی را رئیس رکن اطلاعات وقت به اون متهم شد و طوری اون سران حکومت رو خواب کرده بود و نگذاشته بود که برای جنگ با سوریه و مصر خودشون رو آماده بکنن، با وجود تمام هشدارهایی که از هر سو به اسرائیل می‌رسید، بعد از این جنگ تیمی در رکن اطلاعات ارتش تأسیس شده و به باور من این تیم الان، البته اعضاش خب طبیعتا هر چند سال به چند سال تعویض میشن، این تیم وظیفش اینه که هر بار که ارزیابی جامع اطلاعاتی ارائه میشه و به رئیس رکن اطلاعات ارتش داده میشه که بعد اون رو به دولت ارائه بکنه. همونطور که خودتون اطلاع دارید، رئیس رکن اطلاعات ارتش ارزیاب تمام ارزیابی های امنیتی رو از تمام بازوهای امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل از شبک و موساد دریافت میکنه و در چارچوب یک گزارش جامع به دولت اسرائیل هر سال اون رو ارائه میده. در رکن اطلاعات ارتش تیمی هست که هر نتیجه و هر توصیه‌ای که
این رکن اطلاعات بهش میرسه، این تیم وظیفه داره که بره و دقیقا اون نتیجه برعکس و سفارش برعکس رو ارائه بکنه و بره و شواهد خودش رو و دلایل خودش رو بیاره. و این هم به باور من باعث میشه که بر سر یک باور ذهنها به قول معروف نمونه منجمد نشه و همیشه این پویایی ذهنی وجود داشته باشه و تمام جوانب کار در نظر گرفته بشه. یک امر کاملا طبیعیه. رئیس رکن اطلاعات ارتش عقیده خودش رو داره، رئیس موساد هم خب طبیعتا با توانایی‌هایی که این سازمان داره ارزیابی خودش رو ارائه میده و تنها کسی که این وسط تصمیم میگیره نخست وزیر و کابینه محدود امنیت. بله، من میخوام به یه نهاد دیگه هم اشاره کنید و اون شما گفتید رکن اطلاعات ستاد ارتش یک نهاد، موساد نهاد دیگر و نهاد سوم شورای عالی امنیت ملی هست که بله. هر سه اینها بله هر سه اینها به دولت گزارش میده، به کابینه محدود امنیتی سیاسی گزارش میدن. بفرمید. بله، تا چند سال پیش این شورای عالی، اون شورای امنیت ملی نقش بسیار کمرنگی رو داشت، چون خیلی ها میگفتن که رئیس فرمانده رکن اطلاعات ارتش چون ارزیاب ملی هست اجازه نداره که، یعنی اجازه نمیده که ارکان دیگه به قول معروف قد علم کنن و جایگاه تاریخی که این رکن اطلاعات ازش بهره میبره رو خچه درش وارد بکنن. ولی خب در چند سال اخیر شاهد این بودیم که شورای امنیت ملی اسرائیل ارزیابی خودش رو داره، حتی درباره کرونا هم حرف نهایی رو شورای عالی شورای امنیت ملی اسرائیل داده بود و اون سفارش های نهایی یا پیشنهادهای نهایی رو به نخست وزیر داده بود و نخست وزیر البته با مشورت با مشاوران خودش و رئیس ارکان دیگه به تصمیم هایی که قرار بود برسه رسید. بله، دوباره میپرسم آیا این اختلاف نظری که بین رئیس موساد و رئیس رکن اطلاعات ارتش وجود داره دلیل شکاف در داخل دولت اسرائیل و یا یک امر طبیعی است در جریان تصمیم گیری ها؟ خیر، این عقاید مختلف همیشه بوده، حتی در زمانی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر بود و صحبت از این بود که و نخست وزیریش همزمان شده بود با ریاست جمهوری پرزیدنت باراک اوباما، صحبت از این بود که اسرائیل داره خودش رو برای حمله به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی آماده میکنه. اون موقع هم صحبت از این بود که بعضی ها با این امر موافقن و بعضی ها مخالفن و در نهایت نخست وزیر اسرائیل کسی بود که تصمیم گرفت که از راه های دیگه هم میشه اقدام کرد و صحبت از حمله به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی یا کلن هر عملیات نظامی، این رو مقامات ارشد اسرائیل بارها اعلام کردند که ما هنگامی باید این کار رو بکنیم که به قول معروف دیگه شمشیر روی گردنمون قرار گرفته باشه و هیچ گزینه دیگری غیر از حمله نظامی یا جنگ وجود نداشته باشه. آقای نوید در گوشی بگین بدون اینکه کسی بشنوه، جنگ میشه یا نمیشه؟ چی بگم؟ امیدوارم که نشه، امیدوارم که نشه، ولی هیچ آدم واقعا از فردای خودش خبر نداره. هر آن صحبت، الان صحبت از اینه که اتفاقا آسیای میانه آبستن حوادثی هست که به زودی بروز خواهد کرد. این حوادث چه خواهد بود؟ آیا باز مربوط میشه به همون موضوعی که پیشتر هم بهش اشاره کرده بودیم، تلاش ترکیه برای نزدیک شدن به ارمنستان و رسیدن به اون کشورهای ترک زبان قزاقستان و ترکمنستان، یا اینکه باز روسیه یا جمهوری‌های اتحاد جماهیر شوروی پیشین خرگوشی در آستین دارن که
ارائه میکنن. معلوم نیست هیچ چیزی معلوم نیست. صحبت از جنگ شد، شما البته بازم میگم اون مقامات اسرائیلی اشاره کرده بودن که جنگ یا اقدام نظامی آخرین گزینه هست. یاد تصمیم دولت پیشین آمریکا افتادم، دونالد ترامپ که گفته بود ما هیچ چاره دیگه غیر از حذف کردن قاسم سلیمانی نداشتیم، چون عملا داشت علیه ما عمل میکرد و نزدیک بود که جان سربازان آمریکایی بیشتری در این میان هدر بره و تنها گزینه‌ای که برای ما مونده بود حذف قاسم سلیمانی بود. 2 سال از اون امر گذشته و دیروز که سالمرگ قاسم سلیمانی بود، اون کارناوال سلیمانی، من اسمشو نمیتونم غیر از کارناوال چیز دیگه بذارم، هر کانال جمهوری اسلامی ایران که شما نگاه میکنید قاسم سلیمانی از صبح تا شب، همه، حالا صدا و سیما که با کانال های مختلف خودش، شبکه های اجتماعی، تمام قاسم سلیمانی. اگر تصاویری رو که از اخیراً از قبر قاسم سلیمانی منتشر شده ببینید، توجه خواهید کرد که اونم قاسم سلیمانی داره تقریباً تبدیل میشه به یک امامزاده. یعنی با این که خودش گفته بود که روی قبر من حتی ننویسید سردشگر، نه سردار، بنویسید سرباز، و این کار رو البته کردن، ولی اگر نگاه بکنید یک دیواری کشیدن پشت قبر و در این دیوار عکسایی به ابعاد چند متر در چند متر قاسم سلیمانی وسط، ابو مهدی مهندس دست راستش و ظاهراً سرتیپ پاسدار کاظمی، کسی که باهاش کشته شد، یکی از چند نفر محافظش که باهاش بودن، اینا رو گذاشتن. و بله، زیارت قبر همچنان ادامه دارد. من یاد اونجا گفتادم که یه آقایی داشت میمرد و در وصیت‌نامه‌اش نوشته بود که بعد از مرگ من سیاه نپوشید. میرن مجلسش میبینن که همه سیاه پوشیدن، میگن آقا این توی وصیت‌نامه‌اش اینو نوشته، مرحوم این خواستو کرده بود، و سیاه پوشو میگن مرحوم غلط کرد، ما سیاه میپوشیم. حالا صحبت از ولی میخوام بپرسم که کل این تبلیغاتی که شما از نزدیک دنبال میکنید، به برنامه های صدا و سیما اشاره کردید، تا چه حد این واقعا روی مردم تاثیر گذاشته، یا اون چی که شما دیدید به نظرتون مصنوعی، ساختگی و توسط دولت میاد؟ ببینید، اگر خودجوش بود این امر، نیازی به برپایی ستاد بازداشت یادواره سید شهدای مقاومت سردشگر پاس سپهبد، الان البته آقا ارتفاع درجه گرفتن بعد مرگشون، سردار دلها، کسی که قبلا هم یکی از سرداران سپاه بود، اسمش الان خاطرم نیست، شده رئیس ستاد بازداشت یاد قاسم سلیمانی، اگر واقعا خودجوش بود، نیازی به ایجاد این ستاد نبود، نیازی نبود که 24 ساعت مثل مکانیزم شستشوی مغزی شوروی که 24 ساعت تو مغز مردم میخوندن، تو مغز مردم بخونن، صحبتهایی میکردن هر بار، این یا این فلان سلیمانی این اتفاق براش افتاد، این کارو برای من کرد، برای من این کارو کرد، برای من این کارو کرد. من که چشمم آب نمیخوره، یعنی چیزی نبود که کاملا معلوم بود که مصنوعیه، کاملا معلوم بود که مصنوعیه. حالا بفرمایید که حال دخترش چطوره. خانم زینب سلیمانی، بله، دوم خروسی که این دفعه زده بیرون، مسئولش دختر شهید مقاومت خانم زینب سلیمانیه. ایشون هم بله مثل خواننده های راک که تور برگزار میکنن و از این کشور به اون کشور میرن، ایشون هم تصمیم گرفته بود که یک سفری بکنه به کشورهای محور مقاومت. به فرودگاه بغداد رفته بود و سخنرانی کرده بود، قبل از اون در لبنان بود، و در هنگامی که در لبنان بود، یکی از هواداران حزب الله
در اینستاگرام خودش خانمی به نام زینب الموسوی، فکر کنم حتی اگه به اینستاگرام مراجعه بکنید عکسش رو ببینید، عکسی گرفته بود که در کنار زینب سلیمانی و خانم سلیمانی در دست چپش یک آیفون خیلی شیک سفید رنگ آمریکایی به دست گرفته بود. و سوالی که اینجا میشه پرسید اینه که اینجوری میگید مرگ بر آمریکا؟ میگید مرگ بر آمریکا، میگن مرگ بر آمریکا ولی نمیگن مرگ بر تکنولوژی آمریکا. بفرمایید. بله، یکی در شبکه اجتماعی نوشته بود زینب سلیمانی الان شعارش رو عوض کرده، مرگ بر آمریکا منهای آیفون های آمریکا. چی بگم؟ خود قاسم سلیمانی هم لباس های آمریکایی میپوشید. بله، این چیز تازه نیست. آقای قاسم سلیمانی ظاهرا علاقه شدیدی به برند آمریکایی نورت فیس داشتن و حتی وقتی که ایشون هنوز در قید حیات بود چند بار هم در شبکه اجتماعی که ایشون گوشزد شده بود که آقای قاسم سلیمانی شما که میگید مرگ بر آمریکا، شمایی که ذوب شده در ولایتید ولی فقیه که گفته فراورده های آمریکایی رو تحریم بکنید، چطور به خودتون اجازه میدید که یک کت آمریکایی بپوشید؟ غیر از آقای قاسم سلیمانی، اگر خاطرتون باشه آقای حسین شریعت مداری نماینده ولی فقیه و مدیر مسئول روزنامه کیان چند سال پیش رفته بودن دفترش و عکسی گرفته بودن و دیده بودن که آقای حسین شریعت مداری پشت یک کامپیوتر مک اپل نشسته و گفته بودن و ازش پرسیده بودن که خب آقای شریعت مداری شما که رهبر گفتن محصولات آمریکایی پر، شما چطور پشت این کامپیوتر مک نشستید؟ مکبوک نه، از این اگه مردم بشناسن از این کامپیوترهای بسیار زیبا و صفحه های 20 و چند اینچ به بالا، واقعا شیک. و آقای شریعت مداری گفته بودن که نه این از چند وقت پیشه، من اگه میخواستم این سیستم عوض بکنم هزینهش حدود 1 میلیارد تومان میشد. خب چی بگم، تازگی نداره. خانم معصومه ابتکار از دیوار سفارت آمریکا بالا میره و الان پسرش در آمریکا زندگی میکنه. آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی و پسر اون یکی برادرش حسین فریدون، اون هم در آمریکاست. آقای علی لاریجانی اگر به نامه محرمانه‌ای که به خارج درز کرده و آقای علی لاریجانی از شورای نگهبان گله کرده که چرا با این همه خدمت که به نظام کرده رد صلاحیت شده، در جواب بهش گفتن که یکی از دلایل رد صلاحیت شما اینه که پسر شما در آمریکا زندگی میکنه. تازگی نداره، الان غیر از آمریکا کانادا مرکز جمهوری اسلامی شده. از یکی از دوستان که در تورنتو زندگی میکنه باش دیشب صحبت میکردم، میگفت نوید تعجب نکن اگر معلوم بشه که تعداد طرفدارای نظام در تورنتو بیشتر از تعداد طرفدارای نظام در جمهور در خود ایران است. بله، حالا یه در پایان این گفتگو یه سوال غیر سیاسی هم دارم. کرونا چه خبر؟ بله، پژوهشی که در 3 روز پیش در روزنامه گاردین منتشر شد و پژوهش دانشمندان بریتانیایی رو بازتاب داده بود، دانشمندان بریتانیایی به نتیجه رسیدن که یکی از دلایلی که سویه اومیکرون کرونا اینقدر شدید مردم رو واگیر میکنه اینه که برخلاف سویه های پیشین که روی ریه مینشست و حتی سیستم های دیگر رو هم مختل میکرد، این سویه کرونا اومیکرون فقط به گلو حمله میکنه و به همین خاطر از یک سو خیلی بیشتر واگیر میکنه و مردم رو مبتلا میکنه، از سوی دیگر خطر کشندگیش کمتر از اون سوی دلتا هست. ولی خب با این سرعتی که الان این سویه اومیکرون داره منتشر میشه در دنیا و در اسرائیل، نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل 3 روز پیش در یک کنفرانس مطبوعاتی گفته بود که باید انتظار داشت که در اوج این موج
پنجم کرونا که الان اسرائیل داره باهاش دست و پنجه نرم میکنه، احتمال این میره که ما هر روز 90 هزار مبتلای تازه داشته باشیم و این ممکنه که به سیستم پزشکی و بهداشتی اسرائیل فشار زیادی وارد بکنه. طبیعتاً حتی اگه 10 تا بیمارستان دیگه هم تالا احداث شده بود، نمیتونه این تعداد بیماران رو پوشش بده. و آقای نفتالی بنت توصیه کرده که مردم هرچه بیشتر ماسک زدن ها رو و اون فاصله اجتماعیشون رو رعایت کنن و واکسن بزنن و ماسک. یعنی در مجموع آیا دوز چهارم توصیه شده، خوب، مفید و یا نفایده نداره؟ به چه نتیجه رسیدن؟ بله، از چند هفته پیش واکسینه کردن شهروندان 60 سال به بالا در اسرائیل و شهروندانی که سیستم دفاعی بدنشون بسیار ضعیف هست آغاز شده. از مراکز درمانی گزارش میرسه که شما اگر الان بخواید دوز چهارم رو بزنید باید 2 تا 3 هفته صبر بکنید و این نشون میده که مردم از این امر استقبال میکنن. هیچ کس دوست نداره که یک بار دیگه در خونه ها بشینن، مدارس تعطیل بشه. من خودم 2 تا بچه دارم، در هر 2 کلاسشون، یکیشون کلاس اول، یکیشون کلاس چهارم، پریروز بود که بهمون زنگ زدن و گفتن که هم در کلاس این پسر بزرگم و هم در کلاس پسر کوچیکم یکی از بچه ها مبتلا شده و الان امروز هم بچه ها در خونه بودن. امروز بردیمشون و تست PCR انجام دادیم، تستی که از تست معمولی کرونا دقیق تره، نمونه میگیرن از بینی و از حلق و قراره که جوابش تا فردا بیاد. منم باشون بودم، منم تست دادم، جواب آزمایش من اومد، من خوشبختانه منفی بود جوابم و منتظرم ببینم که نتیجه آزمایش بچه ها چی میشه. بله، سپاسگزارم از شما آقای نوید طوبیان. ما با یک دشمنی روبرو هستیم که نمیدانیم چیست، کیست، کجاست، چجوری عمل میکنه و چجوری میشه جلوش رو گرفت. 2 سال دنیا با این جریان دست به گریبانه و کی تمام میشه خدا میدونه. و بس دعا کنیم که با سال میلادی جدیدی که هفته پیش آغاز شد یک دوایی رو هم برای این درد پیدا بکنن. البته قرصهایی رو ساختن که باید ببینیم تا چه حد میتونه مؤثر واقع بشه. سپاسگزارم. بله. از شما بفرمید. خواهش میکنم. دعا البته هیچ وقت ضرر نداشته، ولی خب من خودم ترجیحاً علم و دانش رو ترجیح میدم، نتایجش رو به چشم خودم دارم میبینم. به دوستان اگر قابل باشن توصیه میکنم کسانی که تا حالا واکسن نزدن به فیک نیوز هایی که در شبکه های اجتماعی موج میزنه توجه نکنن. الان آمریکا رو ببینید، 3 روز پیش خبر رسید که آمریکا رکورد واگیرهای روزانه رو شکونده، یعنی در 1 روز 1 میلیون شهروند آمریکایی واگیر شدن و این فاجعه است. و دلیلش اینه که در آمریکا متاسفانه خیلی ها واکسن نمیزنن و این شده بلای جان کشوری که ابرقدرت جهانیه. و خب نمیشه کرد. باز جای شکرش باقیه که اینجا و برخلاف در اسرائیل و که اسرائیل همونطور که همه اطلاع دارن اولین کشور در جهان هست که تزریق دوز چهارم واکسن کرونا رو شروع کرد. و من دیروز واکسن دوز چهارم رو زدم و به همه افرادی که بالای 60 سال هستن توصیه میکنم که این کار رو بکنن. سپاسگزاریم از شما آقای نوید طوبیان، همکار گرامی ما، و روزهای خوشی را آرزو میکنیم برای همگان و به ویژه بینندگان و شنوندگان این برنامه. سپاس از شما. سپاس از شما و به امید روزهای بهتر. امیدوارم.